زندگی در زندان به قلم محمد نوریزاد، این قصه قرنیزهای سلول انفرادی. روز اول در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مشهد به قدم زدن و خندیدن و خواندن نوشته زندانیان سابق بر دیوار سلول گذشت. یکی نوشته بود 31 روز گذشت و من به خود گفتم آیا من می توانم تا روز 31 را بچشم؟ خب من چه باید می کردم؟ قرار نیست که من ثانیه های یک شبانه روز را بشمرم تا بشود یک روز، بعد بروم سراغ ثانیه های شبانه روز دوم. سلول کوچک انفرادی یک دوش حمام داشت و یک دستشویی و یک آبریزگاه و یک دوربین درست بالای کاشی های حمام که اگر برهنه هم می شدیم، برادران از آن سوی می توانستند اعضا و پیکر و آلات و ادوات ما را تماشا کنند و حظ بصری ببرند. ساعت 2 بعد از ظهر نهار آوردند و من در آن 2 ساعتی که آنجا بودم شاید 20 بار الهه ناز مرحوم غلام حسین بنان را خواندم. دوستانم آقایان سپهری و لعل محمدی در سلولهای مجاور من بودند. آنها نیز چیزهایی را که بلد بودند خواندند. خب تا کی می توانی بخوانی؟ باید کاری اساسی کنی که بتوانی شکنجه سفید سلول انفرادی را به نفع خودت مصادره کنی. باید زندگی کنی وگرنه از درون خواهی فرسود. با نهار که برنج و خورش بود، با یک ظرف کوچک ماست و یک قاشق پلاستیکی چه می کردم؟ اشتهایی نداشتم، نخوردم، اما در پوش آلومینیومی ظرف ماست را لوله کردم و نوکش را تیز و با تیزیش بر دیوار خاکستری سلول در سمت قبله درشت نوشتم خدا با نستعلیق. آن خدایی که من بر دیوار سلول نوشتم اندازه اش به قدر 2 پنجه 2 دست بود. آن زیباترین و استادانه ترین خدایی بود که خود خدا دست بر دست من نهاد و من اسمش را بر دیوار سلول نوشتم. پیشتر به کلاس های آموزش خط نستعلیق رفته بودم، اما نرسیده به مرحله ممتاز از پیشروی باز مانده بودم. آن خدایی که بر دیوار سلول نوشتم از فوق ممتاز هم بالاتر بود، بسیار زیبا، جوری که خودم در شگفت بودم و بسیار تماشایش می کردم. 3 پتو به من دادن، یکی برای زیرانداز، یکی زیر سر و یکی برای رو. نشستم و به قرنیزهای دور تا دور سلول انفرادی نگاه کردم. قرنیزهایی به ارتفاع 1 وجب که دور تا دور سلول انفرادی چرخیده و از کف سلول تا 1 وجب از دیوار بالا رفته بودند. آن قرنیزهای سنگی رگه هایی داشتند که با کمی پرسه زدن در آن رگه ها چند چهره در آنها یافتم. یکی چهره درشت مسیح بود در فیلم مصائب مسیح مل گیبسون که سر خم کرده بود و داشت شلاق می‌خورد. رگه قرنیز که به شکل مسیح در آمده بود از گردن به بالا بود، خیره به نقطه‌ای و در حال درد کشیدن از ضربه های شلاق، شلاق هایی که بر سرش تیغ های تیز بود که در هر فراز و فرود شلاق تکه هایی از گوشت پشت مسیح را می کند. با نگاه به چهره مسیح که گاه نگاه به چهره مسیح که گاه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت در شبانه روز به او می نگریستم، انرژی بسیار فراوانی در خود یافتم و به خود گفتم
سه گزینه پیش روی داری نوریزاد در اینجا که سلول انفرادی است. یکی هفت ماه انفرادی جوانی به نام مهرداد گریوانی و دیگری یک سال انفرادی همراه با شکنجه دکتر خلیلی که در زندان گرگان دیده بودمش و اطلاعاتی های هیولا یک سال تمام او را با شکنجه های گوناگون در سلول انفرادی خرد و خمیر کرده بودند و او چون شیر ایستاده بود، اما هیولاهای اطلاعات با ورود به خانوادهش کاری کرده بودند که دامادش بترسد و برود و دختر این دکتر خلیلی را طلاق بدهد. بعدش به یاد مرد بلند آوازی ایران جناب مهندس عباس امیر انتظام افتادم که در دوره وحشت جمهوری اسلامی سه سال تمام در سلول انفرادی به سر برد و من خودم را با نگاه به چهره مسیح در رگه های قرنیز در حین شلاق خوردن و درد کشیدن برای تحمل هفت ماه و یک سال و سه سال انفرادی آماده کردم. این گزینه ها در همان روز نخست بر من گشوده شد و من با تجسم مردان و زنانی که در همین سلول ها به دست هیولاهای سپاه و اطلاعات از پا در آمده بودند و هیچ نامی از آنان به جا نمانده بود به خود پرخاش کردم استوار باش و از هیچ مهراز از دکتر خلیلی گفتم در زندان گرگان این نفر دوم سفارت ایران در ترکمنستان بود و 54 دکل دزدیده شده در دوره احمدی نژاد را کشف کرده بود. بیایید همگی دست ها را دور دهان لوله کنیم و از سید علی خامنه ای بپرسیم آهای سید علی، از سعید توتی چه خبر؟ محمد نوریزاد، 19 خرداد سال 98، اوین.